سلام، سه‌شنبه 2 مرداد 98 24 جولای 2019 میلادی. شبکه حقوق بشر کردستان اعلام کرد که در طی تیر ماه 32 شهروند و فعال کرد توسط اداره اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه در 10 شهر کردستان و آذربایجان غربی یا روستاها بازداشت شده. تعدادی از این بازداشت شدگان از فعالین محیط زیست بودند و تاکنون هم گفته نه ملاقاتی توانستند حضوری داشته باشند و نه تلفنی به اونها دادند. به این ترتیب دیده میشه که دایره سرکوب حکومت در بخش‌های مختلف جامعه، جنبش‌های زنان، کارگران، معلمان، اتنیک جامعه، اقلیت‌های مذهبی و فعالین مدنی، محیط زیست، روزنامه نگاران و غیره افزایش پیدا کرده، شدت سرکوب رو بالا بردند و از ترس اینکه در شرایط فعلی اعتراضات مردم گسترش پیدا کند. آقای فلاحت پیش عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم حرف جالبی رو زده و گفته که از یک مقام امنیتی دلیل برکنار تعطیل برنامه فوتبال 90 رو پرسیدم و گفت دلیل تعطیلی برنامه 90 محبوبیت عادل فردوسی پور بود. مدت هاست که حکومت نگرانی داره از هر کسی که به نوعی در میان مردم محبوبیت داشته باشه، خواه مفسر ورزشی، مجری تلویزیونی، هنرمند، شاعر، نویسنده، سیاستمدار، فعال مدنی یا هر شخصیتی که بتواند مردم رو جلب بکنه از بیم اینکه مبادا مخالفت او منجر به حرکت‌های مردمی بشه. جمشید انصاری رئیس سازمان اداری استخدامی کشور عنوان کرده که نهادهای زیر نظر رهبری مثل قوه قضاییه و صدا و سیما حقوق پرسنل و مدیران خودشون در سامانه حقوق و مزایا رو اعلام نمی کنند. عدم شفافیت نهادهای زیر نظر رهبری تنها به اعلام نکردن حقوق و مزایا ختم نمیشه، بلکه مقدار درآمد این سازمان ها، هزینه هاشون و مالیات سالیانه و غیره در بزرگترین مؤسساتی که دست رهبری هم هست غیر شفاف و نامعلومه و هیچ کس هم خبر نداره. محسن پهلوان مدیر عامل و بنیانگذار 48 ساله پدیده شاندیز هم که از سال 95 بازداشت شده به حبس ابد محکوم شده. گفته میشه مؤسسه پدیده شاندیز که از حمایت حکومت و صدا و سیما و پاره دست اندرکاران برخوردار بود بیش از 8000 میلیارد تومان بدهی داره. خبرگزاری سانا متعلق به اسرائیل به سوریه خبر داده از اینکه اسرائیل دوباره به تل الحاره نزدیک ارتفاعات جولان حمله کرده، جایی که محل استقرار نیروهای جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان بود. دولت سوریه البته گفته کسی کشته نشده، در حالی که مخالفین گفتن 10 نفر کشته شدند. سخنگوی ارتش اسرائیل هم اعلام کرده که یک گذرگاه مرزی در ناحیه جولان و همینطور فرودگاه و بندر بیروت معبر اصلی انتقال موشک و سلاح‌ها و تجهیزات ساخت ایران به حزب الله لبنان. او گفته از این پس این مراکز اهداف نظامی محسوب میشن، به خصوص بندر بیروت رو گفته تبدیل به بندر حزب الله شده. ایران نامه ای رو جمهوری اسلامی به شورای امنیت نوشته و در اون عنوان کرده که کشتی
استناعی پرو با یک قایق ماهیگیری تصادف کرده، حال سرنشینان اون هم بده و داشته فرار میکرده که نیروهای ایران اون رو توقیف کردن و به این ترتیب بازداشته این کشتی مطابق قوانین بین المللی. موضوعی که باید پرسید چرا از روز اول چنین چیزی نگفتند و اینقدر حرفهای متناقض مطرح شد. با امید پیروزی ایران و ایرانی،